رئال به دنبال جذب بهترین بازیکن فصل گذشته بوندسلیگا، البته اگر این سه بازیکن بروند. التیماتوم تن هاگ به رونالدو، یا بازی چرخشی را بپذیر یا برو. بارسا 3 سیتی 3، 6 گل به افتخار انسوئه. بهترین های فصل اروپا، رئال جوایز را درو کرد. سقوط یک قهرمان، او مقصر جدایی مسی بود. مرد 70 میلیون یوروی فقط 2 میلیون میارزد. به همین دلیل هیچ کس رونالدو را نمی خواهد. بارسا 3 سیتی 3، 6 گل به افتخار انسوئه. دیدار خیریه تیم‌های بارسلونا و منچستر سیتی با تساوی 3-3 به پایان رسید. بارسلونا و منچستر سیتی امشب در دیدار دوستانه در ورزشگاه نوکم به مسافه هم رفتند. دیداری که برای کمک به بیماران مبتلا به ALS برگزار شد. خوان کارلوس انسوئه در وزبان سابق بارسلونا که در زمان حضور پیپ گاردیولا و لوئیس انریکه کمک مربی بارسا بود، به این بیماری مبتلا شده و به همین دلیل این دو باشگاه تصمیم گرفتند با برگزاری این دیدار به تحقیقات در مورد این بیماری کمک کنند. التیماتوم تن هاگ به رونالدو، یا بازی چرخشی را بپذیر یا برو. سرمربی هلندی منچستر یونایتد علاقه به استفاده از رونالدو در همه بازی ها ندارد. لاوری وایت ویل خبرنگار اتلتیک گزارش داده است که دیدگاه تن هاگ نسبت به رونالدو این هست که وی یا باید بازی چرخشی در تیم را پذیرفته و تلاش خود را انجام دهد و یا باشگاه جدید برای او پیدا شود. فارغ از وضعیت رونالدو، تن هاگ همچنان به دنبال خرید یک مهاجم هست و در صورت جدایی این بازیکن احتمال جذب دو مهاجم نیز وجود دارد. گفته نیست که آنتونی ونگر راست آژاکس و کودی گاکپور ونگر چپ پی اس وی آیندهوون دو گزینه خط حمله منچستر یونایتد هستند. به نقل از اتلتیک، وضعیت آینده رونالدو باید مشخص شود، اما باشگاه بزرگ چندان علاقمند به جذب او نیستند. تنها پیشنهاد جدی برای یک پیشنهاد چند میلیونی از باشگاه در عربستان بوده است. باشگاه‌های حاضر در لیگ قهرمانان همچون اتلتیکو مادرید و اسپورتینگ لیسبون یا قادر به پرداخت حقوق هنگفتی وی نیستند و یا احساس میکنند نیازی به جذب او ندارند. رئال به دنبال جذب بهترین بازیکن فصل گذشته بوندسلیگا، البته اگر این سه بازیکن بروند. کاکاشنی ها فروش سه بازیکن دیگر را در اولویت خود در بازار نقل و انتقالات قرار دادند. رئال مادرید در پنجره نقل و انتقالات جاری بازیکنان زیادی را به فروش رسانده و تنها را دیگر را به صورت رایگان و شوامینی را هم با 80 میلیون یورو به سانتیاگو برنابئو کشانده است. در همین حال نشریه اسپانیوی ال ناسیونال گزارش داده، در صورتی که رئال موفق به فروش آلوارو اودریوزیالو، ماریون دیاز و مارکو آسنسیو شود، برای خرید کریستوفر انکونکو از آر بی لایپزیگ آلمان که بند فصل قرارداد 60 میلیون یورویی دارد تلاش خواهد کرد. این در حالی است که ال ناسیونال گفته که رئال مادرید پیش از انتقال گابریل جسوس از منچستر سیتی به آرسنال به خرید این مهاجم برزیلی نیز علاقه‌مند بوده است. سقوط یک قهرمان، او مقصر جدایی مسی بود. مرد 70 میلیون یوروی فقط 2 میلیون میارزد. سامی لومتیتی که در جام جهانی 2018 با فرانسه قهرمان جهان شد، بارسا را به مقصد لچه تر خواهد کرد. در بارسا هواداران او را یکی از دلایل جدایی مسی میدانند. لومتیتی سالها به عنوان یکی از بهترین مدافعان میانه جهان شناخته میشد، اما حالا فقط سایه از خودش در بارسا است و میخواهد در لچه ایتالیا به روزهای خوب خود بازگردد. لومتیتی 28 ساله که با فرانسه در جام جهانی 2018 قهرمان شد، در بهترین سن فوتبالی خود است و به عنوان یک مدافع تجربیات بالایی دارد. بارسا دیگر تمایلی به حفظ او ندارد، چرا که لومتیتی همیشه مصدوم 12.5 میلیون یورو دستمزد میگیرد. لومتیتی که پیش از جام جهانی باید زانوی مصدوم خود را جراحی میکرد، ترجیح داد با فیزیوتراپی خود را به این رقابت ها برساند و پس از جام جهانی به شدت مصدوم شد، اتفاقی که خشم هواداران بارسا را موجب شد. مخالفت لومتیتی با کاهش دستمزد و جدایی از بارسا در تابستان سال قبل، خشم بارسا و هوادارانش را بیشتر کرد. دوستداران بارسا لومتیتی را مقصر جدایی مسی میدانند. در واقع بارسا به دلیل مشکلات مالی بود که نتوانست با مسی تمدید کند.
بهترین های فصل اروپا الجوایز را درو کرد. مارکا روز گذشته گزارش داد که عناوین بهترین مربی و بهترین بازیکن فصل اروپا بر آل مادرید رسیده است. امشب در استانبول جوایز سالانه یوفا به بهترین های فصل اهدا خواهد شد. طبق ادعای مارکا، آل مادرید برنده تمام جوایز اصلی خواهد بود. رئال فصل گذشته قهرمان چمپیونز لیگ شد و این کار را به شکل دراماتیک نیز انجام داد. رئال در مراحل حذفی توانست بازی های به یاد ماندنی را برابر پی اس جی، چلسی و سیتی انجام دهد و در فینال نیز با یک گل لیورپول را شکست داد. رئال همچنین در لالیگا نیز با قهرمانی دست یافت. مارکا روز گذشته نوشت که کارلو آنچلوتی در رقابت با پی گواردیولا و یورگن کلوپ بهترین مربی فصل اروپا شده است. کریم بنزما هم بالاتر از کوین دی بروین و تیبو کورتوا عنوان بهترین بازیکن را به خود اختصاص داده و تیبو کورتوا نیز بهترین دروازه‌بان فصل اروپا شده است. همچنین وینیسیوس جونیور نیز جایزه بهترین بازیکن جوان فصل اروپا را به خود اختصاص داده است. کورتوا مشترک با ادوارد مندی دروازه‌بان چلسی 5 بار دروازه خود را بسته نگه داشت و به خصوص درخشش او در فینال برابر لیورپول فراموش نشدنی است. بنزما نیز با زدن 15 گل آقای گل بازی ها شد و وینیسیوس نیز زننده گل برتری رئال در فینال بود. آنچلوتی نیز توانست رئال را فاتح لالیگا و لیگ قهرمانان کند. به همین دلیل هیچ کس رونالدو را نمی خواهد. شرایط برای کریستیانو رونالدو بغرنج شده و آینده این بازیکن در حال از ابهام قرار دارد. رونالدو میخواهد منچستر را ترک کند و در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند. اما باشگاه‌های بزرگ مانند بایرن مونیخ، پی اس جی و چلسی هنوز تمایل به جذب این بازیکن نشان ندادند. البته شیاطین سرخ که این فصل در لیگ اروپا شرکت خواهد کرد، تمایل به فروش این بازیکن نداشته و همچنان بر ماندن سار سوین اصرار دارد. این واقعیت که فاکس ستاره پرتغالی با تصمیم اریک تن هاگ در بازی مقابل لیورپول روی نیمکت قرار گرفت، اوضاع را دشوارتر میکند. رونالدو سوپر استار و شخصیت بسیار قوی است که حرفش خیلی خریدار دارد. سران فدراسیون پرتغال متهم هستند که زمان قهرمانی تیم در اروپا در سال 2016 رونالدو کاری میکند که عمدتاً بازیکنان تحت قرارداد مدیر برنامه‌اش یعنی جورج مندس در ترکیب قرار بگیرند. شخصیت های قدرتمندی مثل او میتوانند شرایط یک تیم و کل باشگاه را متزلزل کنند. شما باید تغییرات زیادی در باشگاه داشته باشید تا رونالدو با شرایط هماهنگ شود. کلاس بازی او غیر قابل انکار است، اما حقوق و سن بالای این بازیکن باعث می شود خریدش ریسک زیادی داشته باشد. حضور رونالدو کل شیمی یک باشگاه را تغییر می دهد. دستمزد بالا، سن و افزایش خطر مسئولیت، نارامی و اختلاف در تیم به دلیل حقوق این بازیکن غیره و غیره. به همین دلیل بهتر است او در منچستر بماند تا دوباره باشگاه را به سمت جلو هدایت کند و در صورت رخ دادن این اتفاق دوباره تبدیل به قهرمان بزرگ خواهد شد.